در برنامه امروز درباره واژه ناخوشایند اساتید سخن میگویم که نمونه ایست از کاربرد جمع مکسر عربی با واژه های زبان فارسی. استاد واژه ایست فارسی، تا چند دقیقه دیگر ریشه آن را خواهم گفت. جمع آن می شود استادان، اساتید عربی کردن واژه استاد و جمع بستن هر دنبیل آن است. این به همان اندازه چندشاور است که در فارسی از روش زبان انگلیسی پیروی کنیم و به جای استادان بگوییم استادز. جمع بستن واژه های فارسی به صورت بیشال عربی، بیشال را به جای جمع به کار میبرم، به ویژه مکسر یا شکسته آن گسترش هرج و مرج و شلختگری در زبان فارسی است. حالان که فارسی به سبب گزندهایی که در طول تاریخ خورده به ویژه از سوی عربی به نظم و روشمندی بسیار نیاز دارد. چنان که در گذشته گفتم، در زبان آشفته و بیدر و پیکر و ولنگاری اندیشه منظم و آراسته پدید نمی آید و رفتار بیرویه و نابسامان از اندیشه آشفته و بی‌نظم سرچشمه می گیرد. پیامده به کار بردن بیشال شکسته یا جمع مکسر عربی در واژه های فارسی همچنین از میان رفتن قاعده های زبان فارسی و سست شدن شخصیت ویژه فارسی است. آیا زبان دیگری می شناسید که چنین بلاهایی به سرش بیاورند؟ حالان که فارسی زبانی است هندو اروپایی با توانمندی های برتر از زبان عربی، به ویژه آنکه زبان پیشرو دانش‌ها و فلسفه در عصر کنونی زبان‌های اروپایی هستند و عربی بسیار کمتر از فارسی می‌تواند از پس نیازهای ترمشناسی نوین دانش‌ها براید. سبب این است که زبان فارسی از همان الگوهای واژه‌سازی زبان‌های اروپایی استفاده می‌کند و با آنها بسیاری ریشه‌های مشترک دارد، ولی عربی به سبب تعلقش به خانواده زبانی دیگری ناتوان از این کار است. باید این ویژگی های فارسی را شناخت، به آنها بها داد و از آن برای پربارتر کردن فارسی سود جست، نه اینکه فارسی را پیرو عربی کرد. در سخنان هفته پیش گفتم که فارسی راه پرنشیب و فرازی پیموده و همیشه زیر تهدید زبان عربی بوده است. به سبب فشارهای سیاسی که به آن وارد می شده، روند زاستاری طبیعی نداشته و نمی توانسته آنچنان که باید همه توانمندی های خود را به کار اندازد. فارسی در طول این تاریخ پرنشیب و فراز دشمنان بسیار داشته، دشمنانی که نه بیگانه بلکه ایرانی بودند. نمونه هایی از دشمنی با زبان فارسی را به دست دادم. در اینجا بیان که وارد جزئیات شوم به آنها اشاره کوتاهی می کنم. نمونه نخست احمد ابن حسن میمندی وزیر سلطان محمود غزنوی است که چون به وزارت رسید دستور داد که در دیوان، یعنی اداره های دولتی، نوشته ها دیگر فارسی نباشند و عربی جای فارسی را بگیرد. این شخص پس از برکنار شدن ابوالعباس اصفرایانی وزارت را به دست گرفت و جرم ابوالعباس اصفرایانی این بود که فرمان داده بود زبان دیوانی فارسی باشد و از فردوسی در سرودن شاهنامه پشتیبانی میکرد. نمونه دیگر امام محمد غزالی است که همه فارسی زبانان را، حتی آنان را که میتوانستند کتاب کیمیای سعادت او را بخوانند، خلق عوام به شمار میآورد، یعنی خلقی که به گفته غزالی نشاید معانی باریک و دشوار بر آنان عرضه شود، چون فارسی زبانند و نباید حتی به فارسی چیزی گفت که از فهم آنان بگذرد. و این همانا خوار شماردن مردم عادی و تنفر از زبان آنان است. ما امروزه باید در برابر این مردم عادی که عربی نمی دانستند و گویش های ایرانی را در همه شهرها و روستاها و گوشه و کنار ایران بزرگ از آسیای میانه تا آسیای باختری حفظ کردند و این گنجینه بزرگ زبانی را به ما رساندند، سر تعظیم فرود آوریم. به یاری این گنجینه است که زبان فارسی خواهد توانست به درجه هایی از توانایی در بیان دانش و فلسفه برسد که هرگز در تاریخش سابقه نداشته است. همچنین گفتم که بنابر سخن استاد زنده‌یاد محمدی ملایری، به سبب این پیش‌داوری‌ها
نقل قول، کسانی که میخواستن به فضل و دانش شناخته شوند، برای اینکه گردی از خلق عوام بر دامان آنان ننشیند، دامن از زبانی که به خلق عوام منصوب بود یعنی زبان فارسی برچینند و خود را عربی دان بنمایانند، و اگر زبان عربی را هم به خوبی نمیدانستند، با به کار بردن انبوه کلمات عربی در زبان فارسی بدان تظاهر کنند. پایان نقل قول. و بدین سان بود که خیلی کاتبان و نویسندگان بینام دیوانی در طول تاریخ نه تنها واژه‌های فارسی را کنار می‌گذاشتند و به جای آن واژه‌های عربی به کار می‌بردند، حتی واژه‌های عربی آشنا را با واژه‌های عربی ناآشنا و قلمبه سلمبه عوض می‌کردند. همه اینها کافی نبودند، قاعده‌های دستوری زبان فارسی را نیز زیر پا می‌گذاشتند و واژه‌های فارسی را تابع قاعده‌های زبان عربی می‌کردند تا فارسی ماهیت خود را از دست بدهد و تبدیل به زائری بیهوده‌ای از عربی شود. یکی از نمونه‌های کاربرد قاعده‌های زبان عربی در فارسی به کار بردن بیشال شکسته یا جمع مکسر در مورد واژه‌های فارسی است و این ما را به اساتید، جمع مکسر استاد می‌رساند. و شگفت است که چند دهه‌ای است در فارسی اساتید جای استادان را گرفته و حتی به اصطلاح درس خواندگان، به ویژه روزنامه‌نگاران هم بی‌توجه این واژه مضحک را به کار می‌برند. پیش از آن که چند نمونه از کاربرد واژه استاد در زبان فارسی بدهم، نخواست به ریشه شناسی آن توجه کنیم. واژه استاد در زبان پهلوی استاد، در پارتی مانوی اوستاد تلفظ می شده است. پارسی باستان و اوستایی آن به ما نرسیدند. این واژه در اصل از پور و ایرانی عیبی استاتا می آید، به معنای گمارده، منصوب، ایستانده، ایستاده. عیبی پیشوندی است به معنای بر، به سوی، در فارسی به دیسه او در آمده است. بخش دوم آن ستاتا به معنای ایستاده است، از ریشه ستا که همان ایستادن در فارسی است. واژه استاد را عربی از فارسی میانه گرفته. این واژه فارسی همچنین به ارمنی، گرجی و ترکی رفته است. جالب است که بدانید این واژه به چینی هم رفته، به دیسه او استه، به معنای خاخام یهودی. به احتمال بسیار دین یهود را یهودیان ایرانی به چین بردن. حال به چند نمونه کاربرد واژه استاد در فارسی توجه کنیم. به معنای ماهر، حاذق، دانا، عالم. فردوسی: فرستاد کس نزد آهنگران، هر آن کس که استاد بودندران. زروم و زهندان که استاد بود، و از استاد خیشش هنر یاد بود. جوان رفت و آورد خامه 200، به استاد گفت ای گرامی مایست. ویسرامین: هنر در پارسی گفتن نمودند، کجا در فارسی استاد بودند. تاریخ بیهقی: گفتم زندگانی خداوند دراز باد بر آن جمله که خداوند نبشته است. هیچ دبیر استاد نتواند نبشت. استاد به معنای سرور، رئیس، کسایی. رودکی استاد شاعران جهان بود. استاد به معنای راهنما، پیشوا. ناصر خسرو: سخنهای نکو را یاد می‌دار، و زان در پیش خیش استاد می‌دار. فردوسی: براندیش و از نام خود یاد کن، خرد را بدین کار استاد کن. استاد به معنای آموزگار، آموزنده. حافظ: سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر. سعدی: استاد معلم چو بود کم آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. فرهنگستان یکم واژه استاد را در برابر سراله یا تیتر دانشگاهی پروفسور برگزید و استادیار را در برابر اسیستنت پروفسور. پس میبینیم که استاد واژه ایست ایرانی و فارسی. فارسی نشانه جمع خود را دارد که همان آن و هاست. بنابراین هیچ نیازی نیست که به جای استادان گفت اساتید. بسیاری از کسانی که واژه اساتید را به کار میبرند شاید نمیدانند که استاد فارسی است و نباید به دیسه اساتید جمع بسته شود. برخی هم میپندارند که به کار بردن این جمع عربی چندان مهم نیست، مردم آن را میفهمند. ولی کسانی که نخستین بار
این گونه ترکیب ها را ساختند، به احتمال زیاد می دانستند که چه می کنند. از میان بردن قاعده های زبان فارسی و تبدیل این زبان به زائده ای از عربی اقدامی سیاسی و ایدئولوژیک بوده و دشمنی با فارسی است. چنین کارهایی در زبان هرج و مرج و بیقاعدگی و شلختگی پدید می آورد. زبان راژمانی سیستمی است برای ارتباطات. راژمان های ارتباطاتی همیشه با عامل اخلال کننده دست به گریبانند که در انگلیسی به آن نویز میگویند، در فرانسه بروی، برابر فارسیان نوفست. پارازیت های صدایی در دستگاه های پخش صدا گونه ای نوفند، ولی نوفه در نظریه ارتباطات معنایی گسترده تر از این دارد. در راژمان های ارتباطاتی باید تا می شود نوفه را کم کرد. به کار بردن قاعده های عربی با واژه های فارسی افسودن بر نوفه و سوس کردن راژمان زبان است. مورد دیگری از تحمیل قاعده های عربی بر واژه های فارسی به کار بردن ترکیب های عربی با واژه های فارسی است، مانند مکلا به معنای کلاهدار که از کلاه فارسی ساخته شده به پیروی از معمم عربی که از عمامه عربی است. نمونه دیگر واژه محمور است به معنای مهر شده که از واژه مهر فارسی ساختن. نمونه های ترکیب های دیگر عربی که باید از آنها دوری کرد عبارتند از دوشیزه محترمه و دهه مبارکه. ما در فارسی صفت مؤنث و مذکر نداریم. باز هم درباره جمع واژه های فارسی از ترکیب های چون پیشنهادات، گزارشات، فرمایشات باید دوری جست. این واژه ها فارسی هستند و باید آنها را به دیسه گزارش ها، فرمایش ها، پیشنهاد ها جمع بست. به طور کلی بهتر از همه واژه های عربی را که در فارسی به کار می روند با نشانه بیشال یا جمع فارسی جمع بست. برای نمونه به جای وکلا گفت وکیلان، به جای قضات گفت قاضیان، به جای معلمین گفت معلمان. وقت ما به پایان رسید. برای داشتن زبانی توانمند که بتواند نیازهای دانش نوین امروزین و اندیشه پرسون دقیق را پاسخ گوید، باید جبران سهلنگاری ها، تنبلی ها، کارشکنی ها و نامردمی های صدها سال گذشته و امروز را کرد و این به فهم درست و کوشش خستگی ناپذیر ایرانیان نیاز دارد.